Yo, what's going on, everyone? This is Navid, Bboy Spaghetti, Iranian, Norwegian. Welcome back to another episode of Traveling to Tehran, Iran. This time, I've done an interview with a guy called Saeed, also known as Bboy Grubby. The reason to why I've done this interview is because I want to get his story out to the B-boys and B-girls around the world. Like many of you guys might know, for the Iranian breakers, to get visas to travel to jams and events in the Western countries is very difficult. That's why I was hoping through these videos that I could get to show you guys the hip-hop development and how hip-hop is growing today in Iran. Hope you enjoy the video, and if you ever do get the chance to visit Iran, I bet that you'll get very inspired by the culture out there, and you guys would definitely inspire the hip-hop scene there as well. Peace and love. You know why? Because it's hip-hop. اینجا راه من آره راه من پس خوب گوش کن گوشاتو تو به نشون به نگاه من چجوری بود خیلی سخت آره باید بگم چون هیچی نمیدون گوشاتو پاس کن راه من با راه تو خیلی فرق میکن از زمین تا آسمون ولی ما اومدیم اینجا جایی رسیدیم که دیگه دست هیچ کس بهمون نره نمیتونه جلومون به راه خیلی مونده تا تو ببری را به راز من خیلی مشکله میدونی آخه را دراز من راه اولش سخته و آشخوری داره ماها شیکار کردی شما لاشخوری داره البته جوایز شرزنده است از قبیل مرگ که باعث شده به خاطرش من مثنوی بگم خداوند آفری ترکی رو واسه یه کاری خیلی گنده بشی آخرش محافظ مایی اون کوهی که رو قلشی من ساختمه چیزی نیست که ناراحت بشم من از باختنه بهتره لنج بندازی فاز بدی یک سره هر وقت شدی سری تو باز بشی بهتره نوبت تو میدونی نیست و تاس با من میچرخ رسم دل نوشت تو 24 ساعت باعث شده کلمات نرن از نظرم بس اگه بمیرم تو این راه در عوض اثرم هست اینجا راه من سب شده اسمم خودتو معرفی کن من سعید هستم 27 ساله از گروه IRX Game 20 اسم بی بوی چیه؟ بی بوی گرابی هستم من اینجا چه جایی هم اومدیم؟ تو اتاقی که من هر روز تمرین میکنم تو اتاق تمرین میکنی اینجا؟ روی همین مت این متی که اینجاست هر روز دارم روش حرکت میزنم چند سال بریکینگ تمرین میکنی؟ حدود 9 سال 10 ساله که بریکینگ رو به صورت حرفه یعنی دیگه هر روز باشگاه و تمرین و مسابقه و اینجور چیزا اون وقت روزی چند ساعت تمرین میکنی؟ بستگی داره یه روز یه ساعت و نیم یه روز میبینید 3-4 ساعت با همین اتاق دارم تمرین میکنم قبل از اینکه با بریکینگ شروع بکنی تو کار ورزشه دیگه فعال بودی؟ من نزدیک 8 سال کشتی میگرفتم کشتی؟ و حتی قهرمانی تهران لغات کاپاشو اینا هست قهرمانی خود شهرمون دارم بعد که ربات صلیبی پای راستم پاره میشه دکتر میگه کلا دیگه نمیتونی تمرین کنی یا اینا من رو میارم به سمت رقص دقیقا فکر کنم 17-18 سالم بودش که اومدم سمت رقص بعد شروعم از اونجا بود در واقع هیچ امیدی نداشتم ولی خب واقعا من نجات داد دنس یه چیزی بودش که روحیه رو تو من زنده نگه داشت احساس میکنی که مثلا از موقعی که هیپ هاپ اومده تو ایران تا الان بهتر شناخته بهتری باش دارن مردم بعد سمت بهتری میره از سمت مثلا چون یه موقعی که مثلا تو فیلم هیپ هاپ رو تماشا میکنیم خیلی از چیزایی که تماشا میکنیم واقعا هیپ هاپ نیست یه چیزایی که صحبت از پول یا صحبت از چیزای بی خود میکنه ولی هیپ هاپ واقعی درباره اینه که برای کمک کردن به مردمه برای اینکه حال حس خوبی به مردم بدن برای اینکه مردم همدیگر بتونن کمک بکنن احساس میکنین هیپ هاپ به این جوجه ها نزدیک شده توی ایران تا چند سال پیش اینجوری نبودش یعنی میتونم به جرات بگم تا 4 سال پیش مادر خودم من مخالف بود تا یا مثلا کسایی که میدیدم منو مسخره میکردن حالا نه فقط این هیپ هاپ شاخه‌های مختلف مثل رپ کردم این چیه بزن بره اون و من اینو نمیخوام گوش کنم این جور چیزا کلا ولی الان که داره یه ذره جا میفته یا مثلا یه مقدار به سمت فرهنگ خودمون نزدیک شده واقعا دارن کیف میکنن یعنی یه سری چیزا هستش که من خودم میبینم مادرم مثال میزنم که چون نزدیکترین کس همه دارم میبینمش مامانم خودش داره لذت میبره همین با رقصیدن یا مثلا با آهنگایی که داره میاد بیرون با اینجور چیزا دیگه
من یه چیزی که من متوجه میشم یا میبینم اینه که هر کشوری که آدم میره بایستی فرهنگ کشور خودشو قاطی با اون هیپ هاپ بکنه که بتونه کاراکتر و پرسنالیتی اون کشور رو با هیپ هاپش میکس بکنه که بتونه شخصیت ما رو نشون بده. مثلا این اتفاق میفته، این اتفاقی که داره میگی تازه داره میفته، یعنی اینجوری نبودش که شخصیت سازی بشه یا مثلا فرهنگا به هم نزدیک‌تر بشه، همه مخالف همه چی بودن، یعنی میگفتن نه هم بدونه که بشنوا نقضش میکردن. ولی الان اونجوری نیستش، الان یه ذره تغییر کرده، نزدیک شدن به هم. اون وقت احساس میکنی تو یکی از کسی هستی که داری این کار رو انجام میدی، فرهنگا رو نزدیک‌تر میکنی؟ و همه تلاشم رو میکنم. مسابقه زیادی می برنده میشی سعید؟ من خیلی مسابقه برنده شدم، نمیدونم دیگه به جایی رسید که مادرم لوهامو مینداخت دور کنه چه میاری تو خونه. ولی خب خیلی هم باختم، در کنار اینکه خیلی برنده شدم خیلی هم باختم. خب این سر عادیه. دلیل برنده شدن چیه به نظرت تو مسابقات؟ من دلیل اصلیشو این میدونم که خیلی فیلم نگاه میکنم و خیلی هم تمرین میکنم. فیلم های مسابقه های خارجی میگی؟ 100% نگاه میکنم که آپدیت باشم، مثل به روز باشم تو دنیا. اون وقت از باختنات چی یاد میگیری؟ فکر میکنی مهمه آدم ببازه تو مسابقه؟ 100% مهمه. من اول باختم بعد تونستم برنده شم. اگه نبازی نمیتونی برنده شی هیچ وقت، نظر من. و باز هم میبازم که برنده شم. چطوری با باختن میتونی بیشتر ببری؟ کسب تجربه. همش تجربه است. نقطه ضعفم و تیکه تیکه فیلم هم هستش، خودم متوجه میشم، نگاه میکنم و اونو برطرف میکنم واسه این مسابقه بعدی. اون وقت اگه مثلا چند تا مسابقه رو پشت هم ببازی؟ این اتفاق افتاده، چند تا مسابقه رو پشت هم باختم، یه مدت رفتم بیرون، کلن نزدیک مثلا 6 تا 8 ماه نبودم، فقط تمرین کردم، اشکالاتمو برطرف کردم و برگشتم دوباره اول شدم. نه این اتفاقم افتاده، پشتم اول شدم یهو باختم. وقت چه حسی گرفتی وقتی که پشتم هم میبری ولی یهو میبازی؟ خب خیلی حس خوبی نیستش، احساس ضعف میکنی و همه رو مقصر میدونی اون لحظه، ولی بعدش من اون لحظه همه رو مقصر میدونم ولی بعدش خودم مقصر میدونستم. وقتی میبازی از دست داورا ناراحت میشی؟ بعضی موقع میشم، بعضی موقع نمیشم. من مثلا وقتی که مسابقه میبری، تا حالا تو روزنامه یه چیزی اومده که مثلا شما قهرمانه، مثلا تو یا تیمت قهرمانه یه مسابقه شدیم؟ آره، یه دونه از مسابقاتی که توی روزنامه همشهری، بزرگترین روزنامه ایران همشهری، روزنامه که نه، مجله همشهری، عکس تیممون رو زد و سرتیتش هم زد در انتظار جهانی شدن. واو، مو به تنم سیخ شد موقعی که دیدم این سر. داری اون روزنامه رو یا مجله یا جایی؟ من هست داشتم اینجاست، هر روز نگاهش بکنم. هر روز مجله رو نگاه کنیم. نفر اول این مسابقات از برنامه های آیندهش میگه. اون مسابقه کامرانه، یکی از همتیمیام. این مسابقه سه به سه بود، کل ایران شرکت کرده و فیلماش هم هستش، حالا میذارم ببینیم. نظر درباره استعداد چیه؟ یعنی فکر میکنی باید استعداد داشته باشه آدم که بخواد بره؟ استعداد خیلی آدم رو کمک میکنه، ولی مهمتر از استعداد به نظر من پشت کار. حتی اگه استعدادم نداشته باشی پشت کار داشته باشی میتونی قهرمان شی، ولی اگه استعداد داشته باشی پشت کار نداشته باشی هیچ چیز به دست نمیاری. با وقت بذاری، انرژی بذاری، تلاش کنی، بجنگی، ببازی تا ببری. کل ایرانی ها این فکر رو میکنم، من نیستم، کل ایران بگی میگم استعداد یه بخشی از زندگی، مهمترین بخشش تلاشه.
و دوست داشتن اون کاری که آدم انجام میده. علاقه که دیگه خب اگه علاقه نداشته باشی واسه چی باید اون کارو انجام بدی؟ مثلا مدلای مختلفی زیاد داری و اینا. آره اون اولیه این برای مسابقات فوتبال بتل، این واسه مسابقات فوتبال بتل که فکر کنم 3-4 سال پیش بود قهرمان شدم، بغلیش فکر کنم 6 سال پیش یا 5 سال پیش بود که تاباک بتل اول شدم، بعد اون یکی مقام دوم کشوریه، این برای این بریه مقام دوم کشوریه که توی جنوب کشور برگزار شد، اون وریه هم که توی مسابقات گرگان اگه اشتباه نکنم. آره اون ماره مسابقات گرگانه که قهرمان ایران شدیم. واو. خیلی سرصدا کردش این کاپ، کاپ با ارزش، با ارزش ترین کاپ هم فکر کنم. واو. چه حسی میگیری وقتی که این فیلم های خود مسابقات رو تماشا میکنی؟ کیف میکنم. چطور مگه؟ آدم لذت میبره دیگه. من هر روز میتونی خودت آپدیت کنی با این فیلم، تمام اشکالات رو تو زیر نظر اینجا راه من سب شده اسمم، اینو ها ساختم واسه گفتن قصم، به دو سختی یاشم هست فور لذت، منم ته راه بایستادم، اینجا راه من سب شده اسمم، اینو ها ساختم واسه گفتن قصم، به دو سختی یاشم هست فور لذت، پس تو هم بخوی باز با من. خیلی ها اومدن جرم و گفتن فرشتن، ولی اسمم روی سنگ قبرم نوشتن، خیلی ها اومدن و گفتن که برادر منم، ولی دیدم که خنجر به دست برابر منم. تا وقتی وزیر داری با سرباز کیش نده، قافیه میدونم زیاده حرفم بیشتره، پس میمونم و میخونم تا دردم درون شه، رپو میذارم کنار هر وقت حرفم تموم شه. وقتی که با بی بوی که تو ایران هستن صحبت میکنم، درصد خیلی بالایشون همه یا لیسانس دارن یا دکترا دارن. مثلا وقتی که توی کشورهای خارج هستیم بی بوی دیگر باشون صحبت میکنیم، مثلا بعد از دبیرستان دیگه خیلی ادامه نمیدن به درسونه. چرا اینطوریه اینجا؟ خب یکی از دلایلش اینه که خیلی باید توی کشور ما خیلی باید آینده رو نگاه کنی، یعنی اگه بخوای همین جوری سرسری تصمیم بگیری مطمئن باشی تو آینده به زمین میخوری. و اینکه درس میخونن یا لیسانس دارن، دلیلش یکی از دلایل عمدهش اینه که به فکر آینده شونن و با آینده خودشون رو تأمین کنن. یه ذره سخت آینده تأمین کردن تو کشورم با علاوه بی بوینگ
نمیشه درآمدی داشت تو ایران. با احساس میکنی که با بی بوین میتونی به مردم کشورت خدمت بکنی؟ من به مردم کشورم والا نمیدونم میشه خدمت کرد یا نه، ولی تا اونجایی که بتونم نمایشا یا مثلا شوهایی که میریم اجرا میکنیم خوششون میاد، یعنی روحیهشون رو میتونیم تا یه حدودی عوض کنیم، ولی اینکه خدمت بکنم بهشون یا مثلا بشه یه فرهنگی رو جا انداخت نه، فکر نمیکنم من به تنهایی بتونم، باید هممون با هم بتونیم. به کلاس یاد میدی کلاس بریکینگ به بچه ها؟ آره طبعا. و خون چطوره؟ خوبه، بد نیست، یعنی جوریه که لذت میبرم که یه بچه کوچیک رو میبینم شروع میکنه به 6 استپ زدن، به 2 استپ زدن، این تمرین‌ها رو میبینم لذت میبرم. نظره درباره each one teach one چیه؟ میدونی each one teach one چیه؟ نه. هر یک کسی به یکی آموزش بده، این یکی از فلسفه‌هایی که ما توی هیپ‌هاپ داریم. ما هم یه فرهنگی که داریم اینه که میگن یاد بگیر یاد بدی. باید چیزیه که بلدی رو انتقال بدی، این یه چیز هم انسان دوستان است، همین که به درد آیندت میخوره، هم آینده خودت هم آینده نسل آینده. یاد بگیر یاد بدی، یاد بدی، each one teach one. پس یه خوده که آدم فکر میکنه میگه که فرهنگ ها خیلی با هم تفاوت ندارن، اونطوری که خیلی ها مثلا شاید فکر میکنن یا احساس میکنن. مخصوصا توی هیپ هاپ، مخصوصا توی هیپ هاپ هر جای دنیا که میرم بی بوی ها همه یکی هستن، همه سخت تمرین میکنن، همه آرزوهای برخواهشون دارن. اگه اصلا با بی بوی برخواهد آرزو داشته باشی، آرزو چیه؟ توی چمپیون های بزرگ شرکت کردم، بی بوی های بزرگ رو باهاشون رقابت کردم، دیگه جای خوب رفتم مثل آی بی، مثل بی سی وان، مثل یوکی چمپیونشیپ، اینجور جفتیم بطل آفیر. فیلم های مسابقات مثلا آی بی و اینا رو تماشا میکنی؟ موقعی که تازه میاد روزی 3-4 ساعت بعد هی کم میشه، مثلا میبینی دو ماه بعدش دارم روزی مثلا 2 بار نگاه میکنم، ولی اون اولش که میاد روزی 10 بار نگاه میکنم. چه حسی میگیری مثلا وقتی که آی بی رو تماشا میکنی، مسابقات آی بی رو؟ انرژی میگیرم و یه جوری تمرین میکنم که انگار تو مسابقه هم لذت میبرم، واقعا به انرژی میده. دلت میخواد یه روزی توی مثلا مسابقات آی بی شرکت کنی، پرچم ایران اونجا بالا ببری؟ 100% 100% آرزوی هر ایرانی. وقت چه بی بوی رو دوست داری بتل بکنی اگه مثلا رفتی آی بی؟ با چه بی بوی بتل بکنم؟ خوبی یه داره سخته. من بی بوی مورد علاقه هم که واقعا تا بهش فکر میکنم میاد گوشه ذهنم فوکسه. فوکس؟ آره فوکس من واقعا بی بوی فوکسه. فلوموه فنلان بله. و دوست دارم یه روزم باهاش رقابت بکنم، و هرچند که شاید ازش شکست بخورم، ولی خب واقعا استایلش و سبک رقصش خیلی دوست دارم. بی بوی دوجو رو دنبال میکنی؟ 100% نظرت چیه درباره کارش؟ که کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. من ورکشاپ های آنلاینی که میذارن، موقعی که تمرین میکنی، موقعی که تو تمرین هستی، به نظر تو آدم بایستی توی تمرینش فان داشته باشه یا فقط باید حسابی سخت تمرین کنه؟ توی تمرین باید فقط تمرین کنی، ولی خب نمیشه که فان نداشته باشی، در کنار بریکینگ یا بی بوینگ فان هم داشته باشی. مثلا اگه با دوست تمرین بکنم، مثلا فکر کن کامران تو محل تمرین چشیده، باید باش بتر کنم، باید هر روز باید باید بتر کنم، باید بتر نکنم روز هم شب نمیشه. Ha ha ha!
میخندین و آره انرژی میگیریم به هم دیگه انرژی میدیم. خودتو که میای ایران کلی من انرژی میگیرم موقعی که تمرین میکنم، یا مثلا گدرینگ یا دور همیایی که پیش میادش توی هم باشگاه خودمون یا باشگاه دیگه کلی انرژی میگیرم، یا بتلی که خیلی مثلا دوستانه است با هم دیگه بتل میکنیم خودش کلی انرژی کلی به پیشرفت آدم کمک میکنه. فکر میکنی مهمه که احترام به قدیمی کارای بریکینگ بذاریم مثلا تو ایران؟ 100% همون شخصی که گفته کامران، فرزین یا مثلا اینایی که لژند هن، یعنی یه جوری قدیمی هن مثل وحید فایت، وحید فایت یا مثلا دیگه ممدی فیلیپینی، باید احترام اینا رو نگه داره چون واقعا اینا بودن که استارت این کار رو زدن. دیدم که مثلا روی پیج اینستاگرامت یه موقعی فیلم از بچه‌هایی که باشون تمرین میکنی میذاری بیرون یا میشینی فیلم ادیت میکنی، وقتی تو روی ادیت کردن فیلم و اینا میذاری، برای چی این کار رو میکنی؟ یکی از دلش علاقه بالایی که به تصویر یا ادیت کردن دارم، کلا من ادیت کردن دوست دارم، چیزایی باش بردارم اینا هم بکنم. ولی یکی از مهمترین دلیلش اینه که خودم دیدشم و بعد کسای دیگه دیدشم. من یه ذره دوست دارم دیدشم همه خیلی اینو دوست دارن. وقتی که میگه دیدشم، مثلا این کارو میکنی که نه فقط بی بویا بلکه مردم دیگه هم که اگه بخوان تماشا کنن یا ببینن مثلا چه کاری انجام میدین شما دوستان. 100% میخوام ببینن هستش همچین، خیلی اصلا نمیدونن هنوز هم بی بویا هست تو ایران. بخوام یه کاری بکنیم که سطح بچه های توی ایران تو بریکینگ بالاتر بره، من به اروپا یا مثلا امریکا یا آسیا شرقی نزدیک بشیم، باید فقط بتل کنیم. ما باید با اون بتل... سطحمون با اون نزدیک بشه که باید برسیم به اونا. ما تنها فقط با تمرین کردن نمیرسیم، باید با اونا بتل کنیم، یه سری چیزا دستمون بیاد. خود اونا با هم دیگه مچ شدن، یعنی بتل کردن، این پیشرفت به وجود اومده، یعنی این بتل ها باعث پیشرفت میشه. هر روز خودش رو آپدیت میکنه، چهار تا حرکت جدید اضافه میکنه به خودش. ما هم باید این کار کنیم. خب چهار تا چیز جدید باید ببینیم، از نزدیک دیدن تا فیلم دیدن خیلی فرق داره. اگه یه مسیجی داشته باشی که به بی بوی خارج از ایران باشه بهشون بخوای بدی، بی بوی ها و بی گرل های دنیا، ما هستیم، یه روز ما رو میبینیم. اگه یه مسیجی داشته باشی به کسایی که مسابقات جهانی و مسابقات بزرگ، مسابقات اینترنشنال خیلی معروف توی دنیا برگزار میکنن، چه مسیجی به اونجور آدم ها داری؟ اونا بخوام بگم اینه که این برم یه نگاه بکنید، اگه میخواید معنی واقعی کالچر رو ببینید این برم یه نگاه بکنید، فرهنگی که اینجا داره پرورش پیدا میکنه یه هیپ هاپ واقعیه. به نظر من داره توش واقعا داره واسه این کار جنگیده میشه. میدونید که هیپ هاپ، خود هیپ هاپ چیزی ساده ای نبوده که بخواد به دست بیاد، تو خود غرب هم خیلی واسش جنگیدن. الان ما اونجاییم، یعنی ما الان توی همون برهه جنگیدنیم که دیده بشیم. مرسی سعید جون، همیشه موفق باشی. Peace and love, good luck and respect to all the Iranian B-boys, B-girls worldwide. Peace, brother. اینجا راه من سب شده اسمم، این راه ساختم واسه گفتن قصم، به دو سختی یاشم هست فور لزم، منم ته راه بایستادم، اینجا راه من سب شده اسمم.